سلام دوستان، امروز میخوام ریشه داستانی اصطلاح معروف دست از سر کچلم بردارید رو براتون تعریف کنم. مفهوم این ضرب المثل به اصرار بیش از اندازه اشاره داره که برخی افراد به دلیل منفعت خود با اصرارهای بیهوده قصد گرفتن پاسخ مد نظر خود رو از طرف مقابل دارن. البته این کار غلط بوده و بهتر اجازه بدین که فرد با تکیه بر خود تصمیم گیری کرده و اقدام به انجام کاری کنه. با من همراه بشید. در مورد تاریخچه ضرب المثل دست از سر کچل کسی برداشتن چنین آوردند که چندین مدت پیش پسری به دختر همسایه خود علاقه مند شده بود، طوری که همیشه پیگیر او بوده و آمار دختر را در دست داشت. پسر پس از چندین تلاش توانسته تا علاقه خود را به دختر ابراز کند و برای اینکه بتواند با دختر آشنا شود چندین بار خواسته که به او نزدیک شود، ولی دختر به علت اینکه در خانواده این مذهبی به دنیا آمده به هیچ وجه اجازه این کار را به پسر نداده. روزها میگذره و پسر بیش از دیروز و بیش از پیش پیگیر دختر میشه، ولی دختر هم با دیدن این همه پیگیری پسر به رفتار خودش ادامه داده و هیچ تغییری نمیکنه. پس از گذشت چندین ماه که دختر پیگیری پسر رو دیده بود، روزی تصمیم گرفت در جایی با پسر قرار بذاره و به او بگه که به درد همدیگه نمیخورن. دختر به پسر اطلاع داد که فلان روز در جای تعیین شده حضور داشته باشه تا یکدیگر رو ملاقات کنن. بالاخره بعد از گذشت چندین روز، روز ملاقات این دو فرا میرسه و دختر به محض دیدن پسر به اون میگه که بهتره دست از سر کچل من برداری، چرا که من و تو به درد همدیگه نمیخوریم و نخواهیم خورد. پسر با شنیدن حرف دختر ناراحت شد و با ناراحتی به سمت خونه راه افتاد. از اون پس هر وقت کسی میخواست از اصرار و پیگیری بیش از حد کسی رهایی پیدا کنه، از ضرب المثل دست از سر کچل من بردار استفاده میکنن. در مورد گسترش و بازآفرینی ضرب المثل دست از سر کچل من بردار هم باید گفت که این ضرب المثل زمانی مورد استفاده قرار میگیره که یک سری افراد قصد تحمیل کردن امور و نظرات خود را به سایر افراد دارند و در واقع این کار را تا حدی انجام میدن که در آخر پاسخ مد نظر خود را دریافت کنند. در این مواقع فردی که مورد اذیت و آزار قرار گرفته میگه دست از سر کچل من بردارید و بذارید راحت باشم. در واقع این ضرب المثل به معنای پیگیری نکردن بیش از حد و رها نمودنه. اصطلاح انگلیسی ضرب المثل دست از سر کسی برداشتن هم get off my back هست. خب عزیزان، امیدوارم از این داستان و کانالم خوشتون اومده باشه و در ادامه راه هم همراه هم بمونید و کانالم رو به بقیه دوستان و آشنایانتون هم معرفی کنید. تا داستان دیگر، روزگارتون خوش.